به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام وقت همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر. با برنامه چی بخریم باسم شما عزیزا را خوش آمدید میگم. انشالله که جور و سلامت باشین. مرستم با همکارم گیتا با شما عزیزان هسته. بله، ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمامی هموطنای عزیزم. انشالله که جور و صحتمند باشین، چه در افغانستان و چه هم بیرون از افغانستان هستین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. با همکار خیلی خوبم رستم جان اومدیم امروز یک خریداری خیلی خوب میتونیم داشته باشیم. اینکه با کجا اومدیم موقعیت رستم جان به شما میگه، شما هم ببینین که با کدام مارکت یا فروشگاه اومدیم میخوایم خرید داشته باشیم. بله، البته قبل از اینکه من نام موقعیت از اینجا را یادآور شوم، باید بگویم که در این برنامه ما و گیتا میخواهیم که لباس های محفلی را بر بیننده عزیز ما به معرفی بگیریم با قیمت هایش. البته لباس هایی که بیشتر در محافل شیرینی خوری و عروسی استفاده میشه و مردم خریداری میکنن و بعضشان هم ممکن است که کرایه بگیرن، نمیخواین که لباس خریداری بکنن، فقط میخواین که کرایه یک شب و روز شب بپردازن و پول کمتر بپردازن بتونن لباس بگیرن. به اون دلیل ما هم خواستیم که در بعض از فروشگاه ها بیاییم و این لباس ها رو به شما عزیزا به معرفی بگیریم. البته قرار نیست که گیتا بر خودش لباس بخره در این برنامه، فقط به خاطر که بعضی بیننده ما کامنت داده بودن در برنامه های قبلی ما و گفته بودن که به فروشگاه لباس های محفلی بریم، ما هم خواستیم که این برنامه را مختص به هموطنان عزیز ما ثبت بکنیم که اونا دوست دارن لباس های محفلی را بیشتر بدانن، قیمتاش هم آگاهی حاصل کنن. بله بیننده عزیز، قسمی که رستم جان گفت در اینجا لباس های زیبا و مقبول محفلی موجود هست که بر شما به معرفی میگیریم که کدام دیزاین ها تازه اومده و با کدام قیمت. پس شما اگر علاقمند هستین و بیاین خریداری کنین، آدرس رستم به شما میگه که با کدام فروشگاه شما میتونین که مراجعه بکنین و لباس های زیبا رو خریداری کنین. بله گیتا جان، همین لحظه ما در منطقه قلعه فتلای شهر کابل سرک اولش قرار داریم، فروشگاه دی تو دی. شما میتونین که به اینجا تشریف بیارین و لباس های مورد ضرورت و دلخواهتان را به دست بیارین. خب قسمی که میبینیم گیتا جان، اینجا لباس های فوق العاده مقبول، زیبا و رنگارنگ دیده میشه. هم لباس محفلی است، لباس های نکاح هست و لباس هایی که بر عروس و محفل عروسی استفاده میشه، تمامش در اینجا هست. خوب است که بریم به می اولین دکان که به نام وهاب صفی فشن یاد میشه، ببینیم که در داخل از این دکان کدام نوع لباس ها بیشتر موجود است و کیها با چقدر قیمت میتونن که لباس های بهتر خریداری بکنن. پس ما را همراهی بکنید. بیننده عزیز، ما و گیتا هم داخل فروشگاه شدیم و اینجا واقعا لباس های بسیار مقبول زیبا دیده میشه. لباس های محفلی است، لباس های نکاح است و همچنان لباس های سفید به خاطر عروسی که تمامش دیزاین های کاملا جدید هست. گیتا چطور، لباس ها خوشت آمد؟ بله واقعا لباس های زیبا و مقبول در اینجا هست و ما با قصد خرید نامدیم، اگر این باز اتمن یک انتخاب میکردم میخریدم، اما آمدیم که برای شما هموطنان عزیزم که زیادتر تقاضا داشتین که لباس های محفلی رو براتون به معرفی بگیریم، آمدیم به معرفی بگیریم تا شما عزیزانم ببینین که چگونه لباس ها در اینجا هست و با کدام قیمت ها. البته بله، پس بهتر است که با فروشنده دوکان صحبت داشته باشیم و بیشتر هم در مورد ای که لباس ها رو از کجا وارد میکنن، قیمت هایش چند است، کرا میتن یا خیر، و اگر یک فرد دوست نداشته باشه که لباس خریداری بکنه و یک شب استفاده بکنه، چقدر پول مجبور است که بپردازه. خب فروشنده دکانم با ما هستن، سلام وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. اسمتان؟ میوان. بسیار خب میوان جان، خوشحال هستیم که در برنامه با خودت هستیم و در فروشگاه شما آمدیم. میخواییم که معرفی داشته باشین از لباس هایی که بیشتر مردم دوست دارن استفاده بکنن در محافل خوشیشان و بیشتر لباس هایی که در محافل عروسی و نکاح استفاده میشه. تشکر. بسیار خوب، خیلی میشه که این طرف میز بیاین و از هم یک سر بر ما شروع بکنین و لباس ها رو معرفی بکنین. لباس اول که رنگ جگری داره، درست؟ لباس اول است، رنگ جگری مکس کار شده، پایینش بالا جگری است، پایینش هم بسیار جگری کم رنگ کار شده. بسیار خوب، قیمتش چند است؟ قیمت از این من 25 هزار افغانی. خب در مورد تکش بر ما بگین و دیزاین ازی که ای از کجا وارد کردین، ساخت خود وطن است یا از کدام جای دیگه؟ دیزاینش ترکیه است، کمپانیش هم ترکیه است، پیران بالاش جولی است، پایینش ساتن کار شده. بس خب بسیار خوب، بازی لباس زیاد انتخاب میکنن مردم، با کدام محافل بیشتر استفاده میشه؟ بله برای محافلای عادی هم استفاده میکنن، برای محافلای جمع جوش زیافته را. بسیار خوب، یعنی میمانایی که در محافل اشتراک میکنن اونا هم میتونن از این لباس. بله بله. خب قیمتش چند گفتی؟
25000. 25000 افغانی. طبعاً دیگه تخفیف هم داره. چند درصد تخفیف؟ نه 5% 10% تخفیف داره. 5% یا 10% تخفیف داره. خب میریم به طرف لباس بعدی. لباس بلوخو اصلا خوش من نامد و واقعا دیزاینش به نظر من خیلی جالب نیست. چطور گیتا؟ کدام این لباس رو میگیرسم چه؟ خب بازم ذوقا فرق میکنه دوستم جان. ما خودت اگر نپسندیم بعضی از دوستای ما هستن که این قسم لباس ها رو دوست دارن و خریداری میکنن. دربارش هم میشه یکم معلومات بدین؟ خیر سوال اگر ما ورسم خوشمون اومد. لباس از پرانای کلاسیک است. رنگش هم بسیار رنگ نو است. پایینش گلدار است. بالا ژولی است. بالاتنش هم بسیار کم کار شده ظریف‌تر. قیمتش؟ قیمت از او از 28000 28000 افغانی. خب قیمت هم هست. هست بله. و لباس پالویش منتها یک دیزاین بسیار متفاوت داره و ما و گیتا وقتی که داخل از این دکان شدیم اول توجه ما و گیتا را جلب کرد. لباسی که رنگ سیاه داره و بعضی دیزاین های بانجانی رنگ بگویم یا یاسمنی رنگ بگویم استفاده شدن و ما فکر میکنم که بیشتر خانوما در محافل لباس های رنگ انتخاب میکنن که روشن داشته و من فکر میکنم در محافل خانم ها بیشتر لباس های را انتخاب میکنن که رنگ روشن تر داشته باشن. میشه بر ما معلومات بدیم ایوان جان درباره از این لباس؟ پراناکم ترکیه است. پایینش بانجانی کار شده. بالاتنش بسیار ساده است اما پشتش دنباله داره. چطور که رنگ سیاه را شما وارد کردین؟ فکر میکنین کس میخره در افغانستان رنگ های تاریکت به محافل؟ رنگ های سیاه را زیادتر خوش میکنن. دو رنگ باشه باز همچنان. رستم جان یک پس که امی سیاه یک رنگ سیاه یک رنگ است که هر کسی که او را استفاده بکنه باز بسیار جذاب و زیباتر به نظر ما معلوم میشه. اما بازم ذوق ها متفاوت است. بعضی رنگ های روشن دوست دارن. دوست دارن که همونطور به گفته یگان تو خوش رنگ بپوشن. سرخ و گلابی و بچم لاجوردی رنگ ها بپوشن. اما شخصا خود من رنگ سیاه را زیادتر دوست دارم و همیشه چی در بیرون باشه چی در محفل باشه زیادتر کوشش میکنم که از رنگ های سیاه استفاده بکنم به خاطر که رنگ سیاه واقعا یک رنگ زیبا و مقبول است. رنگ سیاه از جمله رنگ هایی است که هیچ وقت مود خود از دست نمیده. یعنی هر لباس که امی رنگ داشته باشه طبعا که بسیار مود می باشه و استایلی معلوم میشه یک نفر با پوشیدنش. قیمتش چند است؟ قیمت از اون 34000 34000 افغانی. و اگر یک فرد دوست داشته باشه که لباس نخره و یک شب کرا بگیره چقدر برشون کرا میتین؟ 50% کرایه میتین چون پرانا کلش نام است. 34000 افغانی گفتین؟ خب 34000 افغانی استش کنیم دیگه تقریبا 18000. 18000 تقریبا امی قیمتش میشه. تخفیف هم میگن که داره. شاید دیگه حداقلش رو 15000 یا 14000 کرا میتین. همونطور است؟ بسیار خب. لباس بعدی هم لباس رنگ سبز است. نکا و من نمیفهمم که واقعا این صرف به نکاح استفاده میشه ای که مهمان های عادی هم در محافل میتونن از این لباس استفاده کنن. به نظر من رستم جان فکر میکنم که فقط به خاطر نکاح استفاده میشه اما بعضی جا دوست دارن رنگ سبز باز در محافل هم استفاده شاید بکنن. مایوان چی نظر؟ سبز محافلی است چون پایینش سیاه کار شده بالاش سبز زیادتر به محافل استفاده میکنن. شاید من فکر میکنم در محفل عروسی قدر استفاده نکنن به خاطر که خود عروس هم باز لباس نکار هم میپوشه در محفل عروسی و اگر باز یک کسی که به عنوان میمان میره در اون محفل از این لباس استفاده بکنه قدر خوب معلوم نشه مهمان با عروس اشتباه نگیره. من فکر میکنم شاید در محفل های شیرنی خوری یا یکان محفل های دیگه از قسم رنگ استفاده بکنم. درست میمین جان؟ لباس سرخ هم یک رنگ بسیار مقبول داره و دیزاینش هم زیباست ولی من فکر میکنم که خانم های زیبا باید استفاده بکنن که نسبتا گفتگان تا تنومند باشن چرا که از اون شکل لباس هم میرخم یک چیز معلوم میشه. چطور میوند؟ بله وزنش بسیار زیاد است اما وزنش هم زیاد است نی؟ ساده ظریف کاش یعنی کسایی که لاغر باشن از این نباید استفاده کنن. استفاده کردن هم میتونه. میوند جون آیا از لباس عروسی هم که وزن از لباس گرنگ تره یا زیادتر است؟ بخاطر بله. لباس عروسی بسیار گرنگ میباشه. بله وزن از زیادتر از اوناست. قیمتش؟ قیمت از اون 45000 افغانی. یعنی هر قدر پیش رفتم این قیمت ها بلندتر شده میره. خب بالاخره رسیدیم به لباسی که واقعا رنگش متفاوت تر است و مقبول هم است. ساده است ولی مقبول. قیمت از این چند است؟ قیمت از 28000 افغانی. 28000 و چند رنگ داره؟ یک رنگ دارم برای شیرینی خوری استفاده میکنم هم برای محفلی. خب مایان جان درباره خود لباس یکم که برام معلومات بده که چگونه دیزاین شده و تکیه زی چه قسمه است. فکر میکنم که این مثل لباس اموجیگری که ما دیدیم جالی است و زیرش گفتین ساتن کار شده. زیر ساتن است. بالا جالی کار شده. بالاتنش هم بسیار ظریف مورای لاجوردی کار شده. خب از کجا وارد کردین اینجا؟ اینم از کشور ترکیه. خودتان دیزاین میتین یا ای که
هم تو دیزاین شده خودش میاد که بگم پیگانتا خودم ما دیزاین میتیم اونجا باز دیزاین میکنم برای ما روان بیم. اگر کسا سفارش هم بته باز برش آماده میسازین شما؟ بله بسیار خوب لباس های مختلف با هم دیدیم حالا میریم به طرف بخش دیگه دوکان جایی که لباس های عروسی است و ما احتیاط کنیم یکم به خاطر از اینکه یکی خود بسیار زیادم تو جلادار است دنبالدار است و دامنش بسیار زیاد کلان است خب میوان جان درباره از این لباس عروسی میشه بر ما بگی که قیمتش چند است و ایره دیزاین نو شما وارد کردین از قبل بوده چطور؟ دیزاینش نو است قیمتش هم در خانه 2000-2200 تمام میشه و آستین هم مکمل پوره داره دیزاینش نو است پایینش زری کار شده و سرش هم جالی است هم موره کار شده هم زری بله پس 2200 دلار قیمتش است درست؟ و کرا کس که بگیره چطور؟ کرا دیگه 50% باز تخفیف داره یعنی 1000 دلار تقریبا دیگه کرایش میشه خیلی زیاد نیست؟ زیاف هست اما پیرانا قیمت وارد میشه خب خب بسیار خوب میشه که این پیران روش بربینندو عزیزم نشان بدین که دیزاینش مشخصا ببینن جان این پیران عروسی بسیار مقبول است هم دیزاینش هم قسمی که خود میوان جان گفت ای از موره و از زرک و ایران زیاد کار شده اما قیمتش هم بسیار ولی خوبیشی است که همین زرک از این اتا آلوده نمیسازه زیاد بستاره یا زیاد نمیره یک کمه مثل دیگه پیرانا نیست آها زرکاش به وقت نمیره اوقدر خب کم دیگه اوقدر زرکا میرسه خب اما لباس به وقت مقبول است بله قد لباس اصلا به یه اندازه است که از پایین دامن شروع میشه منتا او طرفش در قسمت پشت سر میشه مایمن جان باز بعضی از عروس خانوما زیاد دوست ندارن که آستین داشته باشه ایرا طبق مایل خودشون آماده میسازین پیرانا از بالاتنش موره کار شده هم خال کار شده و پایینش مکمل موره کار شده دانایستینش هم است دانایستینش هم کار داره و بالای یخن هم کار داره پشترش باز هفت است میشه باز پوتام شوه باز میشه جور شوه بسیار عالی واقعا دیزاینش زیبا است ولی من فکر میکنم که در این اواخر بیشتر مردم دیزاین هایی را انتخاب میکنن که نسبتا ساده تر باشه و زیاد شوخشنگ نباشه جلق بلق نباشه به گفته خودت و چی نظر داری دیگه لباس ها ببینیم ما میخوایم یک لباس بسیار نو بر ما نشان بده که دیزاینش کلا متفاوت از دیگه لباس ها باشه او رقم لباس است بله این آوردن بر ما رسام جان هم ساده تر است هم بسیار یک و واقعا بسیار زیبا است و خیلی متفاوت از لباس هایی است که ما شخصا خودم دیدیم یعنی یک لباس های کاملا متفاوت است بله واقعا خیلی زیبا است وزنش هم خیلی متفاوت است یعنی زیاد گرنگ است فکر میکنم اون طرفش زیادتر سنگین باشه درست؟ بسیار گرنگ است ما فکر میکنم که واقعا آفلی کسی که این هم میشه مشکل است عروس مشکل است دقیقا مگم دیزاینش که خدر زیبا است حتما قبول شاید کنن بعضی ها که همی وزن زیاد داشته باشه ولی میگن دیزاینش چون مقبول است ما میره انتخاب میکنیم خب گیتا همیره پیش روی خود گرفته نه پیش روی خود نگرفتیم به خود هم بیزار خوب میگه که امی جان بتونه خوبتر تاثیر بگیر از او خاطر خیلی زیباست خب میوان جان درباره قیمت از این لباس بر ما بگو که قیمتش چند است قیمت از این 2200 دلار بسیار ظریف کاری داره مکمل پایینش خال کار شده بالاش موره کار شده تا این شاخه پشتر شما هم ساده است یخنش بسیار ظریف کار شده بالاتنش هم گوشتی است خب از کجا لباس وارد کردین کدام کشور این از کشور ترکیه وارد کردین فکر کنم بیشتر لباس هایی که شما وارد کردین از کشور ترکیه است درست بله خب باز فرمایش ها میگیرین که از فرمایش بتا مثلا تغییرات بیاره دل باز بگه مثلا این قسمتش نباشه یا آستینش کوتاه باشه یا دراز باشه باز فرمایش ها رو میپذیرین؟ بله فرمایش ها رو میپذیریم مقصد وقت داشته باشه خب یعنی یک چند وقت البته یک چند روز بیشتر به اینا اگر بگوین باز میشه که اگر خواسته باشین نگون تغییرات بیارین دل باز که شما انتخاب میکنین باز حداقل یک هفته یا دو هفته پیش به شما بگوین که شما بتونین به راحتی مو تغییرات و خیلی دیزاین خوبترش به و گیتا من فکر میکنم در افغانستان متاسفانه زیادتر خانواده هستن وقتی که پسرشان یا دخترشان ازدواج میکنن به خاطر خریداری میرن باز از او کده که لباس قیمت نمیباشه از بازار انتخاب میکنن یا از او کده که لباس تازه و
نو نمی باشه. خب طبعا هر منگی دوست دارن لباس های نو جدید انتخاب بکنن، ولی من فکر میکنم مهمتر از اوی است که ما اقتصاد هر دو خانواده رو در نظر داشته باشیم. ممکن است که پسری که میخوای ازدواج بکنه اونقدر پولدار نباشه یا اقتصادش زیاد بالا نباشه که ما یک لباس رو انتخاب بکنیم که از توانش بالا باشه، و همین موضوع بعض وقتا سبب ایجاد بعضی جنجال ها میشه نه در خانواده ها. من میخوام از میوان جان پرسان بکنم، آیا مشتریای ما اومده در دکان خودت که مثلا دعوا کرده باشن بالای لباس، یا مثلا در بین خود دختر لباس قیمتی انتخاب کرده باشه باز پسر گفته باشه که نه من اینقدر لباس قیمتی رو نمیخرم و به می رقم دعواشون خسته باشه؟ بله، مشتری ها زیادترش به می اندازه دعوا جلب می باشه یا دعوا میکنن بین خود، و پسر ها زیادترش نمیتونه به این قیمت ها بگیره پیرو. نظر خودت چی است؟ کار خوب است انتخاب لباس بسیار قیمتی؟ نه خیر نه. چی نوع لباس باید انتخاب بکنن بیشتر؟ لباس به قیمت انتخاب کنه که زور شوهرشون بکشه و اقتصادی تمام شود. هم نظر باشن نی به خاطر پیراهن که یک شب استفاده میکنن دیگه لازم نیست که بازمو خاطرات ناراحت کننده از دوران قبل از ازدواج را در زندگی بعدی خود متحمل شون که واقعا ناراحت کننده است. من فکر میکنم بله، گپ خود کاملا دقیق است رستم جان. ما در هر برنامه گفتیم که همیشه کوشش کنین اگر لباس است، اگر وسایل خانه است، اگر طلا است، اگر هر آن چیزی که هست، شما کوشش بکنین چیزی را خریداری بکنین که مطابق با میلتون باشه، اما با اقتصادی که خودتان دارین، اقتصادتان هم مد نظر گرفته یک چیزی را خریداری بکنین. ضرور نیست ما به خاطر گپ مردم رستم جان، ما مردم بیشتر به فکر ازی هستیم که مردم ما را بگه که چشمی می داشته باشن فلانی لباس خوبتر پوشید یا فلانی لباس خوبتر نپوشید. پس خوب است با خودمون زندگی کنیم و یک لباس را یا یک چیز را انتخاب بکنیم که توانایش داشته باشیم که همون لباس خریداری کنیم. حالا یک سوال از میوند جان. چی سوال؟ بیشتر گفتن که مطابق با مو اقتصادشان خریداری بکنن و ضرور نیست که لباس قیمتی را خریداری بکنن. پس شما کوشش کنین که یک لباس ارزان وارد کنن، ارزان تر باشه و بتونن هموطنای ما به خصوص داماتای عزیز که واقعا مصارفشان خیلی زیاد است، یک لباس مناسب خریداری بکنن. خب چی نظر داری نال؟ چی جواب داری بگی تا؟ گفت شما درست است، اما پیران داریم از قیمتای پایین هم شروع قیمتای بالا هم نظر به مشتری ما پیران میره. خب ممکن مشتری های بیای که اقتصادشان بسیار زیاد خوب باشن و مو لباس قیمتی رو بتانن خریداری بکنن، ولی ضرور نیست که باز تحمیل شوه سرشان، نه که حتما باید این لباس قیمت رو بخرید. مثلا حالا یک کس به این لباس خوش میکنه باز او بیچاره دلش او میشه دیگه که لباس باز مجبور شما اون لباس های مقبول تانه برشان نشان ندین. البته لباس ها همش مقبول است اما قیمتی هایشان دیگه. حال لباس بسیار متفاوت بر ما نشان دادی میوند عزیز. حال بر ما ارزان ترین لباس نشان بده که قیمتش بسیار ارزان باشه، دیزاینشان بهتر باشه، که خانوادهایی که میخواین لباس اقتصادی و ارزان تر انتخاب بکنن بتونن که از این دوکان امو لباس های مناسب هم خریداری بکنن. و دیزاین های لباس های عروسی من فکر میکنم تو دیزاین نخواد باشه که بگویم بدرنگ است یا خراب است، نه همش مقبول است. بله واقعا لباس عروسی همه کش مقبول است. خب بازم ببینیم که چند دیزاین دیگر رو برامون نشان میدن با قیمت مناسب تر. خب دیزاین او لباس ها رو دیدیم، بر ما میوند جان نشان داد، قیمت هاشون بر ما گفت که معمولا چی که همیشه، یعنی تمام کسا لباس عروسی را به خاطر کرایه میگیرن. هیچ وقت نشده کسی بخره، شاید خیلی کم پیش بیاد که کسی بخواد لباس عروسی را بخره. و یک دیزاین زیبای دیگه هست در اینجا که میوند جان بر ما معلومات میدن، اما بسیار خردتره کسی لباس عروسی فکر میکنم برای کسایی است که متاسفانه با سن خرد فامیلاشون اونا را بگویم به اجبار یا به هر چیزی که هست ازدواج میکنن باز با اون کسی. بله پیران از بتون دنباله کارش بسیار کم، بالاتنه کار داره اما پایین دامن، بالاتنه بسیار ظریف کار شده بدون دنبال است، این قسمت هایش مکمل خال کار شده بسیار همونطور سبکک هم است قدر گرنگ نیست. خب میمن جان بر ما بگو که ایره معمولا چه قسمش هست تا چند ساله خریداری میکنه؟ معمولا ایره سنده 18-16 و زیادتر کلان سال بخواه باز برشان جور میکنیم و می دیزاین ها. بله. 16 هم یعنی میاین به خاطر ازدواج و لباس عروسی؟ بله.
متاسفانه در جامعه ما مردم یک تعدادشان همونطور رسم و رواج دارن که دخترشان در سن خرد به نکاح عقد میکنن که متاسفانه در آینده باز در زندگیشان مشکلات پیدا میشه، چون که به بلوغ اجتماعی نمیرسیده باشن، به بلوغ فکری نمیرسیده باشن، به همین دلیل است که اونا باز نمیتونن زندگی خوش داشته باشن. پس خوب است ما اجازه بدیم که حداقل سن قانونی خود را تکمیل بکنن، تحصیلات خود را تمام بکنن و پس از او بتونن که تصمیم درست به خاطر ازدواج بگیرن و فرد را انتخاب بکنن که از لحاظ فکری با هم زیاد شباهت داشته باشن، درست؟ یعنی هم از لحاظ سنی با هم هماهنگی داشته باشن و هم از لحاظ فکری تا اینکه یک زندگی مناسب داشته باشن. بله رستم جان، گپ خودت کاملا دقیق و در ادامه گپای تو ما میخوایم بر دوستای ما بگویم که خوب است حداقل نسبت به سالهای گذشته خیلی خوبتر شده. در سالهای گذشته ما میدیدیم که حتی دختر 8 ساله را یعنی عروس میساختن و بالاخره به اجبار البته، اما خدا رو شکر که امروز امور رسم و رواج های ناپسند کم کم از جامعه ما دور شده و امید به داریم که بیشتر یعنی گم شوه و دیگه ما شاید هیچ نوع عروسی که زیر سن می باشه نباشه دیگه. بله دقیقاً، و امیدوار هستم که این مشکلات کلن از کشور و جامعه ما ریشه کن شوه. خب بر صورت حالا روی از این موضوع بیشتر صحبت نمی کنیم و لباس بعدی را هم می خواهیم که بر ما نشان بدیم. میوند عزیز، این لباس خب واقعا مقبول بود، ان شاءالله که هر کس از این لباس استفاده میکنه خوش و خوشبخت باشه و زندگی خوش نصیبش باشه. و لباس بعدی ببینیم که قیمتش چند است و ایر از کجا وارد کردن. لباس از بدون دنباله تنها بالا تنه کار داره، یک دوگل پایین کار داره و از پایینش بدون آش هست و از ترکیه وارد شده. بالا تنهش باز جورم میشه، هم آسین بخواین آسین میشه و اگر این قسم هم بپوشن دیزانش اصلا نمی قسم است. کرای از این چند است؟ کرای از این من 15,000 افغانی. بسیار خوب. باز بیشتر مردم لباس های ساده را انتخاب میکنین یا یکی دیزاین دار باشه و دمدار باشه؟ زیافتر ساده انتخاب میکنم. بسیار خوب، پس طرفدار لباس های دمدار کمتر از در افغانستان. خب لباس ها رو ما دیدیم رستم جان و لباس های خیلی زیبا مقبول و گفته رستم جان هر کسی که از این لباس ها استفاده میکنه آرزوی خوشبختی برشون میکنیم، انشاءالله که در زندگیشان خوش خوشبخت باشن و به گفته یگان تا به پای هم پیر و کم پیر شون. خب تشکر میکنیم از هموطنانمون، دیگه وقت برنامه ما کم است، باید خدافظی کنیم. چطور رستم؟ دقیقاً، گپ بسیار خوب گفتی گیتا جان، ناگزیر هستیم که خداحافظی بکنیم، اگرچه ما دوست داشتیم برنامه را ادامه بدیم ولی وقت برنامه ما تکمیل شده. و قلباً تشکر میکنم از میوند جان از اینکه در برنامه امروز با ما همکاری کردن و لباس‌ها را با قیمت‌هایشان و با اینکه چقدر کرامیتن بر ما معرفی کردن. و شما عزیزا هم اگر دوست دارین که به محافل خوشیتان و به خصوص به محافل عروسی و شیرینی خوری لباس‌های بسیار مقبول خریداری بکنین که از کشور ترکیه وارد شده، میتونین که به حجت پلازا واقع قلعه فتح‌الله شهر کابل تشریف بیارین و یک خریداری بسیار عالی و فوق‌العاده داشته باشین. قلباً تشکر میوند جان، وقت خوب و خوش بر خودت می‌خوام و نام دکانت هم خودت میتونی که بر بیننده‌های عزیز بگی که اگر دوست داشته باشن بتونن به. تشکر از شما و از برنامه شما. نام دکانم وهاب صفیفشان، واقع سرای قلعه فتح‌الله حجت پلازا. آها، میتونن از ما خریداری کنن. بسیار خوب، تشکر میوند جان، وقت خوش بر خودت میخوایم. سلامت باشین میوند جان، تشکر از شما و تشکر خاص از هموطنان عزیز ما از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا کنه که برنامه امروز هم کاملا به دل شما بوده باشه و میتونین که دیدگاه هایتون رو حتما با ما شریک بسازین. ما و رستم جان هر اون چیزی که شما پیشنهاد بکنین و ما کوشش میکنیم که امور یا خریداری بکنیم یا هم بر شما ایزان به معرفی بگیریم مثل برنامه امروز ما. پس دیدگاه هایتون رو با ما شریک بسازین و همچنان چینل یوتیوب تلویزیون آرینا رو سابسکرایب کنین. تا برنامه بعد شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار نگهدار همگی. بله، من هم از تمام شما عزیزا تشکر میکنم. فراموش نکنین که حتما در زیر ویدیوی ما کامنت بتین و موضوعاتی که دوست دارین در برنامه های آینده داشته باشیم حتما با ما شریک بسازین. تا هفته بعد، خداوند نگهدار همه شما عزیزان.